صحبت از یه دیوانه ایه که با یه چراغی دستش گرفته تو روز روشن کوچه بازار داره میچرخه، میگه من دارم به دنبال خدا میگردم و مدام فریاد میزنه که خدا را میجویم، خدا را میجویم. کسانی که میشنون حرفشو به خنده میفتن از حرفی که او داره میزنه، میگه آیا او گم شده؟ آیا مثل کودکی راه گم کرده؟ و بلند بلند میخندن و دیوانه به یک باره میپره در وسط جمع اونها، بهشون خیره میشه و نگاه میکنه و با فریاد چنین میگه: من همینک به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است. من و شما، یعنی ما، او را کشتیم. ما همه قاتل او هستیم. ولی ما چگونه این کار را انجام دادیم؟ چگونه توانستیم دریا را خوش کنیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا افق را تماما پاک کنیم؟ وقتی پیوند میان زمین و خورشید را گسستیم چه کردیم؟ اکنون زمین به کجا می رود و ما را به کجا می کشاند؟ آیا ما از خورشیدها دور نمی شویم؟ آیا ما بی وقفه و از پس و پیش، از کنار و از همه طرف سقوط نمی کنیم؟ آیا اصولاً بالا و پایینی وجود دارد؟ آیا ما در نیستی لایتناهی سرگردان نمی شویم؟ آیا وزش دم عدم را بر چهره خود احساس نمی کنیم؟ آیا هوا سردتر نشده است و آیا شب جاوید ما را احاطه نمی کند؟ آیا نباید از صبح زود چراغ روشن کنیم؟ حالا سوالی که وجود داره، یعنی دیگه اگه این اوج وضعیت اسفباری باشه یا اون اوج اسرتی باشه که ما درش قرار داریم، سوالی که باید بیش از هر زمانی مثل یک حالا ساقه بر ما فرود بیاد و یقه ما رو بگیره اینه که باید بپرسیم که اگه داریم ما تو چنین وضعی زندگی میکنیم، یه ذره این درده رو بیواسطه تر حس بکنیم، بعد بفهمیم که راها چی کار میتونیم بکنیم برای بیرون رفتن از این وضعیت. در این وضعیت قیاب هر گونه ارزش و خواست و آرمان، ممکنه سنتگراها الان شادمان بعد از مثلا خوندن این بند بگن که دیدید که مثلا نشدن هیچ کدوم از اون چیزایی که میخواستید و ارزش‌های انسانی نهایتاً به کجا منتهی شد، پس چه بهتر که دوباره مثلا برگردیم سراغ اون ارزش‌های دینی، خدا رو زنده بکنیم، ارزش‌های دینی رو زنده بکنیم و چه و چه. ولی نیچه مطلقاً تن به سنت‌گرایی ابداً نمیده که ما دوباره برگردیم به اون ارزش‌ها و آرمان‌ها. نه، این راه رو ما چجوری میتونیم پیشتر بریم؟ یک تعبیر بی اندازه درخشانی رو حالا دلوز تأکید میکنه توی این نقطه از بحث، که دقیقا اون نقطه‌ایه که امکان فرارفتن از نیستنگاری رو میتونه واسه ما فراهم بکنه. یه تفاوت عمده‌ای میذاره میان مفهوم انهدام بیکنشانه و مفهوم ویرانگری کنشگرانه، میان واپسین انسان‌ها و انسانی که می‌خواهد خود را ویران و نابود کند. از طریق این ویرانگری کنشگرانه یا انسانی که می‌خواهد خود را ویران و نابود کند است هست که امکان گذر و غلبه بر نیست انگاری می‌تونه برای ما فراهم بشه. این تمایز رو این شکلی اجالتاً توضیح میده. میگه که ویران کردن خود، اما کنشگران ویران کردن خود، به هیچ وجه نباید آنچه را نیچه خود ویرانگری، ویرانگری کنشگران مینامد، با انهدام بیکنشانه واپسین انسان خلط کرد. نباید در واژگان نیچه واپسین انسان را با انسانی که میخواهد خود را ویران کند خلط کنید. پس تمایز بسیار مهم دقیقا میان این دوتا مفهومه، انهدام بیکنشان است و ویرانگری کنشگرانه. میگه یکی از این دو، یعنی همین انهدام بیکنشانه یا واپسین انسان ها، میگه این فراورده حالا اوج و نهایت نیستنگاری بود. در نقطه مقابل اون تعبیر دیگه، اون ویرانگری کنشگرانه یا اون انسانی که میخواهد خود را ویران کند، میگه این یک پلی هست برای فرارفتن و گذر از نیستنگاری، پلی هست که میتونه ما رو به فرا انسان برسونه. این دقیقاً این تفکیک مفهومی مهم هست. و در ادامه میگه که ولی حالا تفاوت در کجاست؟ میگه تفاوت تو اینجاست که انسانی که میخواهد خود را نابود کند، انسانیه که میخواد حالا پشت سر گذاشته بشه. این تعبیر رو به کار میبره، میگه نه، توی این وضعیت ویرانگری کنشگرانه خود در تمایز با اون واپسین انسانها، میگه توی این وضعیت نگویی تمامی نیروهای واکنشگر را قربانی میکند و تبدیل میشود به ویرانگری بیرحمانه هر آنچه معرف سرشتی منحت و انگلوار است. فقط اینجاست که نگویی به کمال خود میرسد. ببینید، ما توی هر سه تا شکل نیستنگاری که تا اینجا توضیح دادیم، سیطره و امپراتوری امر نگو و امر منفی رو داشتیم. یعنی انواع نیستنگاری نگفتن و نفی زندگی بودن توی همه جلوه‌هاش.
اتفاق ویژه و عمده‌ای که در اینجا داره میفته یه کیفیت متفاوتی پیدا داره میکنه این مفهوم نفی و نگویی. واسه اولین باره که این ویژگی نفی و ویران کردن برمیگرده از قضا رو به همون نیروهای منحط که زندگی ما رو تا الان ویران کردن، برمیگرده رو به انسان که نیچه بهش میگه انسان چیزی نیست جز بیماری پوستی زمین، انسان چیزی نیست جز یک سری بیماری. حالا دقیقاً یه تفاوت مفهومی خیلی مهمی که نیچه داره، هر سه تا شکل نفی که تا اینجا توضیح دادیم انواع نیهیلیسم منفعلانه بود. واسه اولین باره که این نیهیلیسم و این نگویی به شکل فعالانه در میاد و حالا رو برمیگردونه به خود اون نیروهای منحط که زندگی ما رو به سیطره خودشون درآوردن. دقیقاً دیگه مسئله درسته میشه که ما چجوری خود این نیروها رو ویران بکنیم و نفیش بکنیم و نیست و نابودش بکنیم. دولوز یه جا اشاره میکنه به پروژه نیچه، میگه اصلا این مسئله نیچه مسئله مرگ خدا نیست. میگه خدا خیلی پیش از اینها مرده. میگه فویرباخ مثلا تو قرن 19 مرگ خدا رو اعلام کرد. میگه مسئله نیچه خیلی پیشتره. مسئله نیچه مسئله مرگ انسانه. میگه نیچه از قضا در پی مرگ انسانه و این رو در طلبش هست. به تعبیر دیگه این مفهوم ویرانگری کنشگرانه که اینجا ازش صحبت کردیم قرائت دیگه یه از مفهوم مرگ انسان، وقتی مثل همون مفهوم مرگ خدا که نباید به شکل مثلا واقعی بفهمیم که آره مثلا یه خدایی وجود داشت که حالا مرد، مفهوم مرگ انسان رو هم نباید مثلا به معنای خودکشی و اینها بفهمیم، بلکه مسئله در بر سر اینه که حالا یعنی باید فهمی پیدا بکنیم از این منظور نیچه از اینکه این مرگ انسان چی هست. این مفهوم انهدام و بیکنشانه و خستگی نیچه‌ای رو دقیقاً با اون خسته های بکتی ما میتونیم بفهمیم. مفهوم ویرانگری کنشگرانه نیچه‌ای، مرگ انسان نیچه‌ای رو باز با اون مفهوم فرسوده بکتی باید بفهمیم. توی بحث بکت ما با دو شکل شخصیت، دو دست شخصیت مواجهیم. یه شخصیت های خسته و بیحال که اصلا دیگه انقدر افسرده و ملال زدن که حتی حال تکون خوردن هم ندارن، غلطی بزنن لاغت توی اون گلولای که توش قرار گرفتن. این شخصیت های خسته بکتی هن. خیلی شبیه همین واپسین انسان نیچه‌ای، شخصیت مثلا بلاتاری که اشاره کردیم. اما توی جهان بکتی همونطور که پیشتر صحبت کردیم ما با یک شخصیت هایی مواجه هستیم که دیگه خسته نیستن. اگزاستشن و فرسوده بودن ویژگی این هاست. یک امر، یعنی اگه تو خستگی ما با یک حالت منفعلانه طرف هستیم، توی فرسودگی ما اتفاقا با یک احساسی از اکتیو بودن و فعال بودن مواجهیم. توی شخصیت های فرسوده بکتی تمام هم و غمشون این بود که چگونه این جهان منحتی که ما رو احاطه کرده به شیوه‌های مختلف ما سعی بکنیم مناسبات این جهان رو مثل یک کرمی که مثلا شروع میکنه خوردن یه مثلا تیک پارچه و نهایتا هیچی ازش به جا نمیذاره. شخصیت های فرسوده بکتی هم دقیقا اینجوری بودن که تمام این مناسبات ظالمانه‌ای که بر ما حاکم شده است و به شیوه‌های مختلف سعی میکردن بفرسایند، هم مناسبات جهان رو و هم خود اون چیزی که ما رو تشکیل داده، ما انسان‌ها که چیزی نیستیم جز مجموعه‌ای از بیماری ها. و از قضا بکت نهایتا توی این فراخوانش به فرسودن از مرگ انسان سخن میگفت. اگر انسان بمیره و مرگ انسان تحقق پیدا بکنه و ویرانگری کنشگرانه خود رخ بده، این پلی هست یا یک پیش شرطی هست برای اون چیزی که نیچه بهش میگه فرا انسان. فرا انسان در حقیقت موجودی هست که برای نخستین بار میتونه حالا به ارزش‌هایی که، یعنی تمام ارزش‌هایی که ما تا اینجا ازش صحبت کردیم ارزش‌های نیستنگارانه بود، تنها موجودی، تنها سنخی از انسان هست که حالا میتونه به ارزش‌های غیر نیستنگارانه، به ارزش‌های حقیقت که از حقیقتاً ارزش‌های زندگی هستن، حالا میتونه به اونها آری بگه. این در واقع نقطه نهایت قصه ای هست که مطرح کردیم. دو تا مومنت، دو تا لحظه اساسی رو من قصد دارم توی حالا این قرائتی که مطرح کردیم برجسته بکنیم در خصوص مفهوم فرا انسان. قصه ای که مطرح کردیم مثل یه حالا فیلم تئاتر 4 اپیزودی بود. تو اپیزود اول قهرمان قصه خدا بود و حالا ارزش‌های الوهی. پیش که اومد این اپیزود آخر قصه خدا مرد. اپیزود دوم ویژگیش در حقیقت این بود که حالا انسان بود که خدا رو کشت و انسان شروع شد در واقع به عنوان قهرمان قصه دوران اومانیسم و مدرنیسم و غیره، یعنی تاریخ به شکل قصه داره گفته میشه دیگه.
اپیزود سوم ما با واپسین انسان ها مواجه شدیم. واپسین انسان یک انسان خسته ای بود که هیچی نمیتونست بخواد، اوج و نهایت انهدام و خستگی همینجوری افتاده. و اگه این در حقیقت حالا قهرمان منحط اپیزود سوم ما باشه، اپیزود چهارم یه جورایی با مرگ این انسان شروع شد و وعده تولد اون قهرمانی که نیچه بهش میگه فرا انسان. پس مرگ انسان، ویران کردن کنشگرانه خود یا انسان پیش شرطیه، یعنی انسان باید بمیره تا اون چیزی که نیچه بهش میگه فرا انسان، شخصی هست که به شکل حقیقتاً آری گویانه بتونه آری بگه به زندگی، بتونه متولد بشه. اون چیزی که حالا ما توی این قصه‌ای که گفتیم در نهایت من قصد برجسته کردنش رو دارم، تأکید روی همین دو مومنت این اپیزود آخره، تولد فرا انسان و پیش شرط او که چیزی نبود جز ویرانگری کنشگرانه خود. از یه سمت دیگه ما با یک ویژگی نفی و سلبیت ویژه سر و کار داریم توی این مفهوم نیچه‌ای که خودش پیش شرطی هست برای یک شکلی از آریگویی منحصر به فردی که باز در طی تاریخ بی سابقه است این شکلی که داره نیچه مسئله رو صورت بندی می‌کنه. اون چیزی که ما می‌خوایم در حقیقت پایه‌ای قرار بدیم برای اون چه که تحت عنوان تولد سوژه سیاسی نیچه‌ای دولوزی ازش صحبت کردیم و جلسه بعد رو می‌خوایم باهاش شروع بکنیم، پایش اساسش روی همین دو مومنت، دو دقیقه بحثی که اینجا کردیم. می‌خوایم در جلسه آینده از سنخی از سوژه سیاسی سخن بگیم که این دو تا ویژگی منحصر به فرد توشون هست، یکی ویرانگری کنشگرانه خود و یکی دقیقاً همین تولد یک انسان کاملاً نو. می‌خوایم ببینیم که این مفهوم نیچه‌ای دولوزی چه پتانسیل هایی داره برای اینکه ما بتونیم سوژه انقلابی رو یه بار دیگه صورت بندی بکنیم، یعنی سوژه انقلابی بیرمق شده کنونی رو ببینیم چه خونی چه جونی میتونه این مفهوم نیچه‌ای دیگر بار بده و ما بتونیم یه بار دیگه از ارزش و خواست و آرمان سخن بگیم.